درود میفرستم خدمت همه شما دوستان عزیز، برنامه پرشین هندی من رو تماشا میکنید. امروز هم میخوایم با هم دیگه یک ابزار بسیار کارآمد اما ساده رو بسازیم. اما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، اگر از این دست برنامه‌های فنی خوشتون میاد، لطفاً کانال پرشین هندی من رو سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتید ویدیوها رو لایک بکنید. بریم که کار رو شروع بکنیم. به یک قوطی 3 در 3 یا 4 در 4 نیاز داریم. به چند عدد پیچ و مهره نمره 8 یا 10 نیاز داریم. و تعدادی آهنربا، ترجیحاً آهنربای گرد. با کمک ماژیک طرح مربوطه رو پیاده می‌کنیم. بریم با فرچه های سیمی و سنباته مقدار کار تمیزکاری این را انجام بدیم. این را از این حالت در بیاریم و بعد میام خدمتون. کاری که الان باید انجام بدیم این هست که یک مهره و یک واشر رو به این شکل به همدیگه جوش بدیم. الان باید آهنربای سکه‌ای که داریم رو در این قسمت جایگذاری کنیم. به دلیل اینکه آهنربای سکه‌ای ما این داخل جا نمیشه، باید با کمک مته یه مقدار این سوراخ رو گشاد بکنیم تا آهنربا بتونه در جای خودش قرار بگیره. این مته یا مته کاجی، کدوم رو شما ترجیح میدید؟ من مته کاجی رو ترجیح میدم. جای سوراخ ها رو به اندازه کافی بزرگتر کردیم. کاری که الان باید انجام بدیم، بلندی پیچ رو بعداً کوتاه می‌کنیم. کاری که الان باید انجام بدیم این هستش که این واشر و مهره که به هم دیگه جوش خوردن رو به این قسمت متصل بکنیم. چطوری؟ با کمک جوشکاری. چون کار جوشکاری رو به خوبی انجام دادیم، دیگه نیاز به سنگزنی هم نداره. کاری که میمونه این هست که آهنربا رو در جای خودش با کمک چسب دوقلو فیکس بکنیم و بعد هم بریم کار رو رنگ‌آمیزی بکنیم. منتظر میشیم که چسب کاملا خشک بشه. چسب که خوش شد کار رو رنگ میکنم و بعد میام خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز، کار ساخت ابزارمون تمام شد. ابزار رو کاملا رنگ کردیم و این هم نتیجه کارمون هست. بریم با هم دیگه تستش بکنیم. یه تسمه اینجا داریم، بریم ببینیم که گیره ما میتونه این تسمه رو بلند کنه یا خیر.